گزارش تلویزیون العربیه، سرلشکر خلیفه افتر، فرمانده سابق نیروی زمینی لیبی و فرمانده عملیات کرامت علیه شبه نظامیان در لیبی، روز پنجشنبه 22 می 2014 از شورای عالی قضایی کشورش خواست شورای غیر نظامی برای دوره انتقالی جدید تشکیل بدهد. وی با خواندن بیانیه اعلام کرد: انقلاب علیه معمر قذافی برای تحقق امنیت و ثبات در این کشور آغاز شده بود، ولی در حال حاضر پارلمان لیبی در این مأموریت شکست خورده و لیبی به کشور حمایت کننده تروریسم تبدیل شده است. وی اعلام کرد هدفش از انجام این عملیات از بین بردن تروریسم در لیبی است. لازم به یادآوری است عملیات کرامت به رهبری خلیفه افتر از روز جمعه گذشته از شهر بنغازی در شرق لیبی آغاز و به ترابلوس پایتخت این کشور کشیده شده است. انگلیسی ها و هلندی ها امروز پنجشنبه برای شرکت در انتخابات پارلمان اروپا به پای صندوق های رای رفتند. هدف از این انتخابات که طی 4 روز در سراسر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، انتخاب 751 نماینده پارلمان اروپا است. 400 میلیون شهروند اروپایی نمایندگان این پارلمان را به مدت 5 سال انتخاب می کنند. انتخاب سایر نهادهای اروپایی از جمله کمیسیون اروپا نیز تحت تأثیر این انتخابات است. در آستانه انتخابات اوکراین، آمریکا یک ناو دیگر به این منطقه اعزام کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا یک ناو دیگر به دریای سیاه اعزام کرد تا به متحدانش نسبت به اعمال روسیه در اوکراین اطمینان بدهد. در اوکراین در آخر این هفته انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. آمریکا و متحدانش به روسیه نسبت به تشدید بحران اوکراین و تحریم‌های بیشتر هشدار دادند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا که در رومانی به سر می‌برد، روز چهارشنبه گفت: غرب باید از گرفتن قیمت از روسیه قاطع عمل کند. و آخرین خبر این ساعت، شورای امنیت ملل متحد با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعلام نتایج انتخابات عراق، رهبران سیاسی این کشور را به اتحاد دعوت و اعلام کرد اعضای شورای امنیت بر فراخوان خود به همه نهادهای سیاسی مبنی بر همکاری با یکدیگر در یک روند فراگیر و هدف تحکیم اتحاد ملی، سیادت و منافع همه مردم عراق تاکید می‌ورزد.